سلام، به تماشا خوش اومدین. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته رو از گالری وایت چپل شهر لندن اجرا میکنم. در برنامه این هفته دوک الینگتون و اصفهان، سرگذشت یک سفر و تولد یک اثر. خاکستر پاکترین سپید است، فیلم جدیدی از جیا جانکه، کارگردان به نام چینی. نمایشگاه عکس‌های راول هاوسمان در پاریس. اصفهان نام یکی از معروف‌ترین قطعات موسیقی جاز که در طول تاریخ این موسیقی بیش از صدها بار اجرا و ضبط شده. این قطعه را دوک الینگتون و بیلی استریهورن تصنیف کردند و نامش به دنبال سفری به شهر اصفهان انتخاب شده. این سفر و تور افسانه دوک الینگتون در خاورمیانه در سال 1963 میلادی، یعنی بیش از نیم قرن پیش، بخشی از تلاش‌های آمریکا در طول دوره جنگ سرد برای استفاده از هنر به عنوان سلاحی فرهنگی بوده. داستان این سفر و چگونگی تصنیف این قطعه رو در گزارش ما خواهید دید. در اواسط آبان ماه سال 1342، یک آمریکایی سیاه پوست، بی‌نهایت خوش‌پوش، با لبخندی دلربا و چشم‌های غمگین و منشی شبیه شاهزاده‌ها در کوچه باغ‌های اصفهان قدم می‌زد. او که به عنوان یکی از بزرگترین آهنگسازان و رهبران ارکستر در موسیقی قرن بیستم شناخته می‌شد، خودش را فقط یک پیانیست می‌دانست. ادوارد کندی الینگتون، معروف به دوک، در پنجمین دهه فعالیتش هنوز ایده هایش را از خیابان ها، آدم ها و حرکت زندگی روزمره می گرفت. برای سالها این منابع الهام محدود به آمریکا و کلان شهرهایش بودند. این بار دوک در شهری قدم می زد که هیچ شباهتی به نیویورک نداشت. چه چیزی دوک الینگتون و ارکستر افسانه ای او را به این شهر تاریخی کشاند؟ این داستان آن سفر، آن دیدار و یکی از قطعات کلاسیک موسیقی جاز است که به نام اصفهان نامگذاری شد. The sound and shock waves roll over the trenches. Now another bomb. در دهه 1950 دولت آمریکا به این نتیجه رسید که برای دادن تصویر تازه‌ای از آمریکا در عصر جنگ سرد می‌تواند هنر را به خدمت بگیرد. دولت آیزنهاور به طور مشخص به انتقادهایی که در رسانه‌های شوروی و کشورهای خاورمیانه به سیاست‌های نژادی آمریکا وارد بود حساسیت داشت. و هر وقت آمریکا تصمیم می‌گرفت که از نظر اخلاقی خودش رو در موقعیت بالاتری از بقیه کشورها ببینه، یکی از چیزهایی که بلافاصله به رخش کشیده می‌شد این بود که ببینید در کشور خودتون با آمریکایی‌های آفریقایی تبار چطور رفتار میشه. بنابراین دولت آیزنهاور تصمیم گرفت که گروه‌های فرهنگی آمریکایی از تئاتر گرفته تا موسیقی رو به اون کشورهایی بفرسته که آمریکا در اون مورد انتقاد قرار گرفته بود و نشون بده که در آمریکا برابری نژادی وجود داره و جامعه آمریکا از اون چیزی که از بیرون دیده میشه به مراتب بیشتر هارمونی داره. Time for jazz. Willis Conover in Washington DC with The Voice of America Jazz Hour. The first
اولین سفیر جدی موسیقی جاز دیزی گیلسپی بود، کسی که نه تنها به خاطر ظاهرش با ترومپتی که سرش رو به آسمون و لبهاش که مثل همستر باد می شدن فراموش ناشدنی بود، بلکه ارکستری مختلط از نوازندگان سیاه و سفید داشت. بعد از اون نوبت به دیو بروبک رسید و وودی هرمان. هر دو موزیسین های سفید بوستی بودن که به عنوان چهرهای تایید شده شناخته می شدن. به شکلی جنجالی نفر بعدی در تورها بنی گودمن بود. این قضیه آدم‌هایی مثل مکس روچ و مایلز دیویس رو خشمگین کرد که گفتند از بین همه کسایی که میتونن آمریکا رو در صحنه جهانی معرفی کنن، دوک الینگتون مناسب ترین فرده. الینگتون که تصادفاً متولد واشنگتن هم بود، به خاطر آدابدانی و رفتار خوددار و موقرش به سفیری مادرزاد میمانست که میتوانست با موسیقی جاز پیام دوستی و برابری را به هر جایی از جهان ببرد. الینگتون و همراهانش در 6 سپتامبر 1963 از نیویورک عازم خاورمیانه شدند. اولین مقصد سوریه بود، جایی که اولین کنسرت دوک الینگتون برای 17,000 تماشاگر اجرا شد. در اردن، تئاتری رومی از قرون گذشته محل اجرای آنها برای 6,000 تماشاگر مشتاق بود که چیز زیادی از موسیقی جاز نمی دانست، اما ترکیب سازهای بادی و فرم روایتگر موسیقی الینگتون آنها را به خود جذب می کرد. پروازی طولانی آنها را از بیروت به کابل برد. 5,000 افغان در 19 سپتامبر 1963 در ورزشگاه قاضی کابل جمع شدند تا به الینگتون گوش بسپارند. Along about halfway the concert, you see almost the entire audience rise and start walking. And this is a little frightening. Right. And you look around, there's nobody to tell you anything, nobody can tell you. This is outdoors in a field, you know? And then they come back, you know, later. And then you find out what they did was they got up at that moment because that was when they have to go and face east and pray. از افغانستان، الینگتون و ارکسترش برای طولانی ترین و فرساینده ترین بخش سفر عازم هند و پاکستان شد. بعد از پاکستان نوبت به ایران رسید. در اولین کنسرت در تهران در 14 آبان 1342 برنامه برای تلویزیون هم ضبط شد و به نمایش درآمد. در فاصله کنسرت های تهران و آبادان دوک به دیدار اصفهان رفت. And now, one of the segments of our new impressions of the Far East Suite. The scene is Isfahan, the solo by Johnny Hodges. واقعیت این است قطعه‌ای که بعدها به نام اصفهان نامگذاری شد قبل از سفر به این شهر تصنیف شده بود. یکی از کارهایی که الینگتون در انجامش بسیار موفق بود استفاده دوباره و بازنویسی یک قطعه از پیش تصنیف شده بود. در ضبط‌های خصوصی الینگتون قبل از تور 1963 قطعه‌ای هست که به نوعی طرحی اولیه برای اصفهانه. اگر جان کانستپل نقاش رو در نظر بگیرید، اینها مثل طراحی‌های ساده اولیه یعنی که بعدها به نقاشی آسیاب یا هیبین منجر شدن.
طرح ها به طور مشخص همان نقاشی نهایی هستند، اما تمام جزئیات اونو ندارند. خیلی بامزه است که الینگتون برگه نوت‌ها رو برعکس در مقابل جانی هاجز نگه داشته، که خودش نشون میده گروه در اون موقع با اون نوت به نوت آشنا بودند. اما این زیبایی اصفهان بود که دوک را متقاعد کرد تا نام شهر را بر این کار مشترکش با بیلی استریهورن بگذارد. شهری که هارمونی تاق‌ها، گنبدها و میدانهایش گویی تصویر صدای ساکسفونی بود که در این قطعه شنیده می شد. در 17 آبان ماه دوک و ارکسترش در ساعت 5 بعد از ظهر در ورزشگاه آبادان برای آخرین کنسرت ایران روی صحنه رفتند. ترکیه خوشحالی از موفقیت‌های اخیر در کشورهای خاورمیانه به سرعت جایش را به اندوه و یأس داد. From Dallas, Texas, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. بقیه کنسرت‌ها در ترکیه، قبرس، مصر و یونان لغو شد و گروه با دلی پر اندوه به آمریکا بازگشت. بازگشت به آمریکا باعث فراموشی خاطرات خاورمیانه نشد. 4 سال بعد از این سفر، مجموعه قطعاتی که با الهام از این تور و تور مشابهی به خاور دور تصنیف شده بود، در قالب آلبومی به نام Far East Suite منتشر شد. چیزی که درباره این آلبوم مایه هیجان میشه اینه که یکی از معدود نمونایی که در اون منابع الهامی غیر از موسیقی کلاسیک غربی یا موسیقی آمریکایی آفریقایی داشتن. فوق‌العاده است که همه چیز در این کار چقدر الینگتونیه، با اینکه تونالیته، هارمونی و بعضی از ریتم ها و ملودی ها به طور مشخص هویتی خاورمیانه‌ای دارن. That's all I do is dream, all the time. I thought you played piano. No, this is not piano, this is dreaming. دریافت جایزه گرمی برای بهترین آلبوم جاز سال به شهرت قطعه اصفهان اضافه کرد. اصفهان الینگتون چیزی از زیبایی اصفهان حقیقی کم نداشت. خاکستر پاکترین سفید است عنوان فیلم جدید ژیاژان که کارگردان به نام چینیه که امسال در جشنواره کن به نمایش درآمد. فیلم داستان زنیه که عاشق یک مرد تبهکار میشه. در جریان یک درگیری برای نجات جون مرد تیری شلیک میکنه و همین باعث میشه که به زندان بیفته. 5 سال بعد که از زندان در میاد، زن مصممه که هر طوری شده از مهلکه ها جون به در ببره و معشوقش رو پیدا بکنه. حسین شریف با ژیاژان که گفتگو کرده. شخصیت زن فیلم من معشوقی داره که از دیدگاه جامعه تبهکار محسوب میشه، اما در واقع اون به ژیانکوها تعلق داره. عنوان فیلم که در زبانهای دیگه به خاکستر پاکترین سفیده است ترجمه شده، در زبان اصلی عنوان دیگه ای داره. اسمش هست دختران و پسران ژیانکو.
ژیانگ هو یکی از مفاهیم ویژه فرهنگ چینیه، یک جور همپیمانیه که کارکردش کنترل نظام قدرت و عادات جامعه است. در موقعیت جنگ یا تحولات اجتماعی معمولاً افرادی از طبقه پایین و تحت سلطه جامعه با هم پیمان برادری می‌بندند تا تحت قواعد و دستورالعمل‌های خاص خودشون علیه جریان قدرت و قواعد همه‌جاگیر روزگار بجنگند و فرصت پیشروی بیش از حد بهش ندن. چیاو شخصیت زن فیلم با اینکه ادعا میکنه جزو ژیانگ‌هوها نیست، اما در واقع با اونهاست، چون همیشه همراهشونه و در موارد مختلف از جمله وصول بدهی‌ها و مجازات خطاکاران باهاشون همکاری میکنه. معشوق چیاو که اسمش بینه عضو چیانگ‌هو هاست. او مباشر یکی از ملاکان و صاحبان کلوپ محله است. اما اخیراً نسل جدید اراز لوباش محله موی دماغش شدن و یک شب در خیابون شلوغ با بیل به او حمله می کنن. در این حین چیاو با شلیک هوایی تفنگ غیرقانونی بین جان او رو نجات می ده و به پلیس میگه که صاحب تفنگ خودشه. برای همین 5 سال به زندان میفته. کسی برای این فداکاری از او قدردانی نمیکنه، نه برادران و نه معشوقش، و وقتی که از زندان آزاد میشه اثری از بین نیست. چیاو برای پیدا کردن بین مسافت 7700 کیلومتر راه پیمایی میکنه و در طول مسیر شخصیتش رشد میکنه، دیدگاهش رشد میکنه و نسبت به مسائلی که خارج از جهان خودش بوده آگاه میشه. به این ترتیب میفهمه که انسان و زندگی چقدر به نسبت کائنات ناچیز و شاید بی اهمیته و در آخر انسان قوی تری میشه و در کنار این تنهاییش هم عمیق تر میشه. این فیلم نگاه شاعرانه‌ای به گذر زمان داره، به اینکه جهان بی‌رحمانه نو میشه و شکل قبلیش محو میشه. مردم پیر میشن و رابطه ها کم رنگ میشن و با توسعه شهرها چین دگرگون میشه. من و همکارانم هم که در سینمای مستقل کار میکنیم خودمون رو ژیانگ‌هو میدونیم، چون ما هم با حرکت در جهتی خلاف عادت توازن رو در جامعه حفظ میکنیم و نظام قدرت رو تحت کنترل نگه میداریم و به تنوع ژانرها و نگاه‌ها و ایده‌ها کمک میکنیم. راول هاوسمان، نویسنده و هنرمند اتریشی، در دهه 1920 میلادی یکی از سردمداران جنبش دادا در برلین بود. هاوسمان یکی از اولین کسانی بود که در عکاسی از فوتومونتاژ و کلاژ استفاده کرد. زهرا امیر ابراهیمی در پاریس به دیدن نمایشگاه مفصلی رفته که در موزه رودپون برپاست. عنوان این نمایشگاه راول هاوسمان نگاهی در حرکته. جالبه بدونیم وقتی که راول هاوسمان دست به تجربه های عکاسی خودش یعنی مونتاژهاش میزنه، توی دوره تاریخیه که درک کاملا تازه‌ای از تصویر به وجود اومده. در دهه های 20 تا 30 میلادی تصاویر به دلیل امکان پذیر شدن بازتولید تکنیکیشون شروع به تکثیر در جامعه میکنن. اون چه که بعضی از تئوریسین‌های زمانه به اون آیین سرگرمی میگن. یعنی از همون سالهای دهه 20 و 30 میلادی چنان با وفور تصاویر مواجه بودیم که چشم و نگاهمون دائما در کار مونتاژ ذهنی اونا بودن. کاری که راول هاوسمان انجام داده بود این بود که این درک عمومی از تصویر رو به تدریج وارد کار عکاسیش کرد.
هاسمان زندگی پر از فراز و نشیبی داشت. اون تو تبعید زندگی کرد و مجبور شد آلمانو ترک کنه، چون یک هنرمند مخرب به شمار می اومد. در اون دوران در آلمان، هنرمندانی که آثارشون با آنچه رژیم نازی اونو هنر اصیل می دونست مطابقت نمی کرد، مورد تایید نبودن. راول هاسمان تا مدت‌ها به دلیل عضویتش در جنبش هنری دادا شناخته شده بود، به ویژه به دلیل ارتباطش با جنبش دادای برلین که یکی از مؤسساش هم بود و به همراه هانا هوش از مهمترین نمایندگان اون محسوب می‌شد. فعالیت عکاسی او که دوران کوتاهی رو هم شامل میشه کمتر شناخته شده، از 1927 تا 1936، یعنی کمتر از یک دهه. به همین دلیل به سختی میشه از تکامل و سیر کاری اون حرف زد. اما تجربه گرایی رو از جهت‌های مختلف میتونیم در کاراش ببینیم. هم از لحاظ میزانسن، هم کار با نور، هم کادربندی، هم زاویه نگاه و به ویژه فوتومونتاژهاش. راول هاسمان در مونتاژ کردن تصاویر به شدت تحت تأثیر پیشرفت سینمای اون زمان بود. راول هاسمان با عکاسی مسئله دیدن رو به پرسش میکشه و دگرگونی شیوه نگاه و درک ما به واسطه پیشرفت عکاسی رو بررسی میکنه. او اصطلاح زیبایی بدون زیبایی رو به کار میبره که یه نوع تلاش برای ارجحیت دادن به عناصریه که معمولا دیده نمیشن. به جای نمایش دادن معیارهای زیباشناسانه معمول و مقبول، اون معیارهایی رو مورد توجه قرار میداد که بیشتر ذهنی و شخصی بودن. به عنوان مثال وقتی از چشم اندازا عکاسی میکنه یا وقتی از گزنه ها عکس میگیره، اون میگه میخواد از علف های هرز عکاسی کنه و سعی میکنه توجه بیننده رو به چیز دیگه ای جلب کنه. دو اسپکتاتور سور اوتر شوز. سیت اوسی این رفلکسیون کیل پورت. این به نوعی نمایانگر تفکر او نسبت به خودش هم بود، چون در اون دوره خودش رو به چشم علف هرز میدید. چون اونم مثل بسیاری در اون زمان مورد تبعیض قرار گرفته بود، مثل یهودی ها، معلولین و مخالفان سیاسی. به کار بردن این اصطلاح زیبایی بدون زیبایی در واقع ادای احترامی بود به این گوناگونی و فردیت هر شخص در تضاد با زیبایی به مثابه مفهومی جهان شمول. وقتی راول هاسمان به ایبیزا رسید، به ادامه فعالیت هنری فکر نمی‌کرد. او در شرایطی اضطراری به ایبیزا رسید و از اونجا که گروه کوچیکی از هنرمندان و روشنفکران آلمانی در ایبیزا شکل گرفته بود، او هم همونجا ساکن شد. مثلا والتر بنیامین، فیلسوف آلمانی، هم اون زمان اونجا بود. در نهایت هاسمان خیلی زود تصمیم گرفت که کار عکاسی خودش رو ادامه بده، ولی این بار با نگاهی تقریبا قوم‌نگارانه و مردم شناختی. او مجذوب ساخت و ساز خونه های سفید هندسی و عموما مکعب‌وار شد. همینطور مجذوب مصالح ساختمانی در ایبیزا شد که به هیچ عنوان صنعتی نبودن و مصالحی که از خاک و زمین خود ایبیزا به دست می اومدن، مثل سنگ و ماسه. هاسمان اصطلاح معروف معماری بدون معماری رو در ارتباط با این دوره ابداع میکنه. نکته جالب این معماری برای او در این بود که این خونه ها به نوعی محصول نیازهای هر فرد و هر خانواده محسوب میشدن. اینکه هر کس با توجه به نیازهای حیاتیش فضای مخصوص به خودش رو ساخته بود. هدف هاسمان از عکاسی از این خونه ها نشون دادن غنا و پیچیدگی این معماری مردمی بود.
معماری که در اون نیازی نیست که یه معمار نحوه خونه ساختن و در اون زندگی کردن رو هدایت و یا دیکته کنه. این ایده هم در راستای ضدیت او با سبکی برتر و یگانه بود که از سوی دولت نازی به عنوان سبک خالص و بی نقص ارزش گذاری شده بود. هفته آینده یک برنامه ویژه یک ساعته خواهیم داشت که به یکی از مطرح‌ترین سینماگران معاصر ایرانی یعنی امیر نادری سازنده فیلم دونده اختصاص داره. چون برنامه یک ساعت است در ساعات معمول تماشا پخش نمیشه و اولین پخش اون اول مرداد ماه دوشنبه ساعت 21:10 به وقت تهران خواهد بود. یادآوری میکنم که همیشه میتونین تماشا رو روی وبسایت بی بی سی فارسی ببینین. اگه بخواین گزارش‌ها و برنامه قبلی ما رو ببینین میتونین به صفحه یوتیوبمون سر بزنین و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. تا برنامه بعدی خداحافظ.